سلام، من علی فرهنگ میرم و توی این شبکه به مسائل دینی و سیاسی میپردازم و نظری پردازیامو ارائه میکنم. توی این ویدیو میخوام به مسائل گیاهخواری و خامخواری توی انجیل مسیحیان بپردازم. من در مورد موضوع خدا و دین کنجکاوم و سالهاست که دارم دینهای مختلف رو بررسی میکنم و یه جورایی میشه گفت به صورت شخصی دین پژوهی میکنم. اگه دوست دارین بدونین کجاها توی دین به موضوع خامگیاهخواری اشاره شده و چرا این موضوع توی دین مهمه، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید. مسیح توی یه دورانی در ابتدای فعالیتش و اون مأموریتی که میاد اجرا کنه تو اون 3 سال میره توی بیابان و روزه میگیره 40 روز و شیطان میاد سراغش تا اونو مثلا وسوسه کنه. بعد از حالا 40 روز گرسنگی بهش میگه که اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. عیسی در پاسخ بهش میگه که نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. این وقتی معنی داره که یه مقدار گیاهخواری و اینجور چیزها رو برین تجربه کنید. معمولا گیاهخوارا از طرف کسای دیگه و اونایی که گیاهخوار نیستن همیشه اینو میشنون که میگن شما چطوری زنده میمونید؟ فقط مثلا سبزی میخورین یا میوه، بدون خوردن نان، بدون خوردن برنج، بدون خوردن هیچ چیزی که مثلا فیبر داشته باشه، شما فقط سبزی و میوه میخورین و گرسنه نمیشین. مسیح هم همینو گفته، گفته آدمو باید بتونن بدون خوردن نون و برنج و با خوردن هر چیزی که خدا بهشون داده، مثل گیاهان و سبزیجات، چیزایی که از ابتدا خدا به عنوان مثلا غذای انسان طراحی کرده بود و پیشنهاد کرده بود، با اینا باید آدما زنده بمونن. پس میشه گفت که مسیح تو لابلای انجیل و لابلای حرفاش یه سری رمزا و کدا رو به ما داده. اگه اینا رو بذاریم کنار هم معنی همش در میاد. اونجوری که انجیل داستان زندگی مسیح رو تعریف میکنه، روز قبل از اینکه مسیح به صلیب کشیده بشه و بعدش حالا به آسمون بره و اینا، شب قبلش توی اون شام آخری که با یارانش داشته، با اون 12 تا شاگردش داشته، توی میز شام، سر میز شام، این نان و شراب رو بالا میگیره و میگه نان رو به عنوان بدن من بخورید و شراب رو به عنوان خون من بخورید. و خب این مسئله ای که شاید به صورت مستقیم کسی متوجه نشه معنیش چیه، اما اگه این جمله هایی که مسیح گفته رو حالا من براتون از اول از روی کتاب میخونم و بعد میگم که چه مفهومی داره. چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود بگیرید بخورید، این است بدن من. سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت همه شما از این بنوشید، این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. مسیح داره میگه این نان بدن منه و این شراب یا آب انگور خون منه. حالا اگه اینا رو از این طرف به این طرف ترجمه کنیم، یه جورایی داره میگه که بدن من از نان تشکیل شده، با نان بزرگ شده، رشد کرده. خون من با آب انگور یا آب میوه تشکیل شده یا درست شده. یه جورایی داره میگه که من بدنم و خونم و وجود جسمانیمو با چیزایی مثل نان، نانی که حالا بدون خمیر مایه است و نانی که خیلی سالمه، نان گیاهیه، و آبی که آب میوه است و آب انگور و کلن چیزای گیاهی بدنمو پرورش دادم، بزرگ کردم. خب و میگه که از این به بعد شماها هم نان و مثلا شراب و آب انگور رو به عنوان بدن و خون من بخورین و اینجوری یعنی یه جوری داره توصیه میکنه، داره توصیه میکنه که شما هم اینجوری غذا بخورین و یه توصیه تغذیه‌ای داره میکنه. و شاید کسی اینو اون موقع اینجوری ترجمه نکرده، کسی هم اینو نفهمیده، هم از روش رد شده. و توی اون متن انجیل، توی اون قسمتی که داستان شما خنمش شده، هیچ موضوعی از این که مثلا مسیح به یارانش بگه مثلا گوشت بخورید،
مثلا به یکی نمیدونم این گوشت غذای حقیقی اینو بخورید، همچین چیزایی گفته نشده، یعنی اصلا بحثی از غذای دیگه‌ای غیر از نان و شراب نیومده. و یه جورایی میشه گفت که روی سفره فقط نان و شراب به عنوان غذا بوده و غذای دیگه‌ای مثل گوشت یا مثلا چیزای دیگه نبوده. یه جورایی مسیح توی اون تصویر آخری که از خودش ساخته و داوینچی هم خیلی استادانه و هنرمندانه اونو نقاشی کرده در ایتالیا، همه رمز و راز اصلی زندگی ما آدم ها رو به همون گفته و روش زندگی رو خواسته به ما بگه. میخوام توی این قسمت از کتاب انجیل یوحنا فصل 6 آیه 54 به بعد یه چیزی رو براتون بخونم که خیلی ربط داره به بحث تابلوی شام آخر. میگه که هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد حیات جاویدان دارد و من در روز بازپسین او را برخواهم خیزانید، زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. کسی که بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من ساکن میشود و من در او. همان گونه که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده ام، آن که مرا میخورد نیز به من زنده خواهد بود. این است نانی که از آسمان نازل شد، نمانند آنچه پدران شما خوردند و با این حال مردند، بلکه هر کس از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. من وقتی اینا رو میخونم دقیقا یاد اون کتاب گیاهخواری آرشاوی در آوانسیان میفتم که تقریبا میشه گفت 7-8-10 سال پیش تو ایران خونده بودم. و توی اون کتاب اصلا چیزایی که نوشته با چیزایی که مسیحی همخوانی خیلی قشنگی داره، با اینکه هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. تو کتاب گیاهخواری و حالا توی گفتمان گیاهخوارا اگه برین، اونا هم درباره غذای زنده و غذای مرده، غذای حقیقی و غذای غیر واقعی خیلی صحبت میکنن. یعنی اصلا این یکی از بحثای همیشگیشونه. میگن که وقتی یه دونه رو میذاری توی خاک و رشد میکنه، این یعنی که سلولاش زنده است، ولی اگه همون دونه رو بپزیش بعد بذاری داخل خاک هیچ وقت رشد نمیکنه، چون مرده، سلول مرده رشد نمیکنه، غذای مرده رشد نمیکنه. غذای ما آدمو باید زنده باشه و غذای حقیقی باشه. میگن که ما دو نوع غذا داریم، غذای زنده، غذای غیر زنده. غذای زنده همون گیاه و سبزیجات و میوه است که ما به صورت خام از درخت میگیریم میخوریم، و غذای مرده گوشت و سلول، مثلا حالا گوشت حیوان یا مثلا سبزیجاتی که جوشیده شده باشه خیلی زیاد و سلولاش مرده باشه. خب و بعد میگن که اون غذای زنده غذای حقیقی واقعیه، غذای مرده غذای غیر واقعی و غیر حقیقیه. دقیقا حرفاشون کپی حرفای مسیحه، یعنی هیچ مو نمیزنه. و این خیلی برای من جالبه که همه اینا به همدیگه ربط دارن. توی قسمت دیگه ای از کتاب انجیل مسیح میگه که بدن شما معبد خداست، معبد خدا رو خراب نکنید. و قرار بوده و هست که مسیحی ها روح القدس رو تو بدنشون دریافت میکنن و روح القدس روح خداست. خب این جمله قشنگ خیلی ارتباط پیدا میکنه با غذای ما. ما میدونیم که خیلی از دکترها میگن مثلا وقتی شما گیاه نمیخورید، فقط گوشت میخورید، به بدنتون آسیب میرسونه. وقتی شما پروتئین رو به صورت مستقیم به بدنتون میدین، بدن شما خودش نمیسازه پروتئین رو و مستقیم دریافتش میکنه، این به بدن ما آسیب میزنه. خب پس ما حق نداریم به انتخاب خودمون غذایی بخوریم که به بدن ما آسیب میزنه و معبد خدا رو خراب کنیم. خدا یه انرژی رو توی جهان استفاده کرده تا یه نفر به خدا ایمان بیاره و ایماندار بشه و خودش یعنی روح القدس وارد اون بدن بشه و داخل اون بدن زندگی کنه و اون بدن معبد خداست. خب ماها حق نداریم انتخاب کنیم غذایی بخوریم که به بدنمون آسیب میرسونه و بدن خودمون رو خراب کنیم. ما علاج همه بیماری ها دور از علم پزشکی در طبیعت پیدا کرده ایم. ما ثابت کرده ایم که پخت و پز عامل اصلی بیماری هاست. بیماری چیزی غیر طبیعی که مردم خودشان با مصرف نمودن غذای پخته و سایر مواد مرده و شیمیایی به وجود می آورند. من با هزاران نمونه در ایران و خارج از کشور ثابت کردم که هر کس غذای پخته کنار گذاشته و با غذای زنده گیاهی که از طرف طبیعت یگانه غذای حقیقی انسان تعیین شده تغذیه نموده است، از همه بیماری ها
برای همیشه نجات پیدا کرده است. برای خامخاران بیماری اصلا وجود ندارد. تغذیه طبیعی همه بیماری ها از این دنیا رو شکم میکند. و در آخر میخوام کد اصلی رو بهتون بدم. یهودی ها رسمی دارن که در یک هفته از سال که به اون هفته پسخ یا در انگلیسی پاسوور میگن، توی اون هفته توی یه روز خاص، حالا نمیدونم دقیقا چه روزیه، جمعه یا شنبه، در ساعت 3 بعد از ظهر گوسفند قربانی میکنن و بعد روز بعدش شام مثلا از اون گوسفند غذا درست میکنن و شام میخورن. مسیح دقیقا در این هفته خودشو قربانی میکنه و دقیقا ساعت مرگ مسیح در همون ساعت تعیین شده. یعنی الان پزشکای آمریکایی محاسبه های پزشکی انجام دادن، ساعت مرگ مسیح روی صلیب دقیقا همون ساعتی به دست اومده که یهودی ها توی اون مراسم خودشون در اون ساعت گوسفندان رو قربانی میکنن و مسیح یه جورایی به صورت نمادین کدگذاری شده برای ما این پیام رو ارسال کرده از طریق انجیل و اون کاری که کرده، که من اومدم که به جای اون گوسفندا قربانی بشم. به خاطر همین هست که توی انگلیسی به مسیح میگن بره خدا یا Lamb of God، خب یعنی گوسفند خدا، بره خدا. مسیح خودش رو به جای اون گوسفندایی که قربانی میشدن هر سال تو اون مراسم یا جشن، خودش قربانی کرد و خودش هم گفت از این به بعد دیگه برای اینکه شما گناهانتون بخشیده بشه نیاز نیست گوسفند قربانی کنید، به خون من قسم بخورید. خب مسیح این کارو کرد و دقیقا همه چی رو محاسبه کرده بود. یعنی یه جورایی خب مسیح ما به عنوان پسر خدا قبول داریم، همه چی رو محاسبه کرده بودن و می‌دونستن که دقیقا چه روزی چه ساعتی باید مسیح جون خودش رو بده و این کارو کرد تا به ما بگه که از این به بعد، اولا یهودی ها این مراسم رو داشتن، یعنی گوسفند قربانی میکردن، تو مسیحیت ما دیگه قربانی گوسفند نداریم و این مراسم دیگه اجرا نمیشه و این داستان توی مسیحیت کاملا عوض شده. مسیح توی اون شب قبل حرف خودش رو به یارانش میگه، هرچند شاید یارانش هم حتی نفهمیدن، فقط توی انجیل نوشتن، ولی اون رمز مونده اونجا. یعنی شب آخر پیام خودش رو، رمز خودش رو میگه و روز بعد خودش رو قربانی میکنه و همه چی رو یه جورایی خیلی زیرکانه، هوشمندانه محاسبه کرده بود و انجام میده و میگه که بدن من از این نان و شراب تشکیل شده و اینو به عنوان بدن و خون حقیقی به یاد من بخورید، این غذای حقیقیه و بدن خودتون رو با چیزهای دیگه خراب نکنید. نکته دیگه که من از نظر تاریخی در مورد این موضوع پیدا کردم اینه که بعد از اینکه مسیح میره و مأموریتش تموم میشه، اولین کلیسایی که در مسیحیت به وجود میاد، رئیس اون کلیسا برادر ناتنی مسیح بوده، یعنی بچه های بعدی مریم مقدس، خب یا حالا مریم، خب و برادر ناتنی مسیح گیاه‌خوار بوده و کلیسای اولیه رو هدایت میکرده و کلیسای بعدی هم سرپرستش یک کشیش دیگه بوده، یه فرد دیگه بوده که اونم گیاه‌خوار بوده و این رسم بعدا توی مسیحیت هم حتی مونده و الان هم مسیحی‌ها، با اینکه حالا دقیق نمیدونن دقیقا این قضیه چیه یا شاید مثلا موضوع رو به این صورت خیلی کسی بحث دربارش نمی‌کنه، اما وقتی روزه میگیرن 40 روز روزه میگیرن و توی این 40 روز گوشت نمیخورن، یعنی همه چی میخورن فقط گوشت نمیخورن و این رسمی یه جورایی مونده. توی کلیسا هم هر هفته مراسم شام آخر که بهش میگن لورد ساپر اجرا میشه و توی اون مراسم نان و شراب رو به یاد مسیح میخورن. خب حالا شاید اون افرادی که تو کلیسا بعدها اومدن بیشتر دنبال مراسم های دینی و ساختن یه سری رسم و رسومات بودن و اینو به عنوان رسم یا نماد نگه داشتن و اجرا میکنن، اما هیچکس این موضوع رو خیلی بهش توجه نکرده که مسیح داشته به ما یه توصیه‌ای می‌کرده و مسیح خودش هم توی یک قسمت از کتاب مقدس میگه که به ظاهر احکام نگاه نکنین، به باطن احکام برین و سعی کنین مفهوم درونی اون احکامو در بیارین. که من توی این ویدیو سعی کردم اون چیزایی که مسیح گفته رو مفهوم درونیشو بگم نه ظاهرشو. اگه تا اینجا این ویدیو رو دنبال کردین یعنی به این موضوع علاقه دارین. من ویدیوهای دیگه هم در مورد گیاه‌خواری در انجیل و در تابلو شام آخر و ربطش به داستان زندگی مسیح درست کردم و در مورد گیاه‌خواری توی کتاب قرآن و تورات و
کتاب های دینی دیگه هم ویدیو ساختم و توی شبکه هم هستش که توی پایین ویدیو توی توضیحات لینکش رو براتون میذارم و آخر ویدیو هم دو تا از اونها رو براتون قرار میدم. اگه دوست دارین میتونین یکی از اونها رو به عنوان ویدیوی بعدیتون انتخاب کنین و ببینین. اما اگه به این موضوعات علاقه دارین و این سبک محتوا رو میپسندین میتونین شبکه من رو از اینجا سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر ویدیویی که در این موضوعات من آپلود میکنم شما اون رو در لحظه دریافت کنین.